وارد دنیای ارواح بشه، یه کودک چپل بودن به قلب. حتما توی فیلم‌های تخیلی تا حالا دیدین که روح از توی دیوار رد میشه. توی یکی از همین فیلم‌ها که یادم نمیاد دقیقاً کدومش بود، قهرمان داستان از این ناراحت بود که تونسته از دیوار رد بشه و اون جسمیت خودش رو از دست داده. بعدن که این محدودیتش رو دوباره به دست آورد و به دیوار می‌خورد و نمیتونست رد بشه، خوشحال شده بود. نمیدونم چرا. یا توی یکی از قسمت‌های ریک اند مورتی، ریک یا همون دانشمند دیوونه خودمون یه ورژن هولوگرامی از خودش درست کرده بود که این از همه جا میتونست رد شه. که بعد در اثر تزریق یه داروی چگالیزه شد و دوباره مادیت گرفت و دیگه نمیتونست هر جایی که میخواست بره و رد بشه از در و دیوار. شاید براتون جالب باشه که این یه چیز تخیلی نیست و کاملا واقعیت فیزیکی داره. این ویژگی خودشو تو ابعاد خیلی ریز نشون میده. ذرات سازنده دنیای اطراف ما برخلاف اون چیزی که ما میبینیم و تجربه میکنیم انقدر صلب نیستن و حد و مرز مشخصی ندارن. وقتی یه توپ به دیوار برخورد میکنه، یه قسمتی از اون همون لحظه از دیوار رد میشه. منتها به خاطر محاسباتی که انجام میشه و جرم و ابعاد خیلی بزرگ که وارد قضیه میشه، اون مقدار خیلی خیلی ناچیزه. ولی وقتی وارد دنیای ذرات زیر اتمی میشیم، دیگه اون مقدار ناچیز نیست و ذرات واقعا تبدیل به روح میشن. یه زریاشون که کامل از در و دیوار و از بدن ما هر روز دارن عبور میکنن. اسمشون هم نوترینوه. اگه دوست داشتین برین تحقیق کنین راجع بهش. اگه هم دوست دارین بدونین داستان چیه، ادامه ویدیو رو ببینید. درود به همتون. ماچ به کلتون. رامون هستم و صفر به جای او به کوانتا ویژن خوش اومدین. توی این ویدیو قراره در مورد روح ذرات یا ذرات روح مانند یا رابطه ذرات و روح، خلاصه تو روح ذرات صحبت کنیم. برای اینکه یه سرنخی دستمون بیاد، اجازه بدین یه مرور کوچولویی داشته باشیم. تو سال 1900 آقای پلانک رابطه ای مساوی HF رو کشف کرد. که چی داره میگه؟ انرژی نمیتونه پیوسته باشه و باید تو ذرات و بسته هایی جا به جا بشه که برابرن با این مقدار، یه عددی ضرب در فرکانس. حالا این فرکانس چیه؟ این در مورد فوتون ها بیشتر مفهوم پیدا میکنه، چیزی که اینشتین 5 سال بعدش معرفی کرد. یه جورایی نظریه ذره‌ای نور رو از زیر خاک کشید بیرون. خب این رابطه برای فوتون های نور اینشتین یه جورایی یه چیز مرموز عجیب غریبی بود، از این لحاظ که آلبرت میگفت این نورها همون گله های انرژی هستن که انرژی هر کدومشون وابسته به فرکانس اون موجیه که نیستن. یعنی چی؟ یعنی نظریه ذره‌ای با نظریه موجی یه جورایی قاطی شد. میخوام ساده تر بگم، این فرکانس یا اف از یه رفتار متناوب موجی میاد دیگه. همونطور که قبلا براتون توضیح دادم تو این ویدیو در مورد رفتارهای موجی، فرکانس واحدش بر ثانیه است یا همون هرتز و نشون دهنده تعداد حرکت‌های متناوب منبع موج توی 1 ثانیه است. اگه این 1 بار توی 1 ثانیه حرکت کنه، فرکانس 1 میشه و اگه 10,000 بار بتونه حرکت کنه، فرکانس میشه 10,000 هرتز. ولی خب آلبرت میگفت نور ذراتیه که انرژی هر کدومشون به این فرکانس وابسته است. حالا در مورد ذره، این فرکانس کجای داستانه؟ ذره گلس داره شلیک میشه دیگه، فرکانسش کجا بود؟ تناوبش کجاشه؟ اگر کلن اینجور ویدیوها رو دوست دارین و از بیان من خوشتون میاد، لطفاً سابسکرایب کنید، لایک هم بزنین،
کامنت هم حتما برام بذارین، چه مثبت چه منفی، من همه رو با آغوش باز میپذیرم. خب به خاطر همین ماجراها بود که نظریه فوتونی اینشتین تا مدت‌های زیادی جدی گرفته نمیشد و بیشتر از همه ذهن خودش درگیر این بود که این دوگانگی موج ذره رو یه جوری حل کنه و به قول خودش حل این ماجرا میتونست پرتو بعدی باشه که به نظریه کوانتوم افکنده میشه و همین اتفاق هم افتاد، البته توسط یه شاهزاده فرانسوی به اسم آقای لوی دوبروی. موسیق دوبروی که توی سوربن پاریس مشغول تحصیل فیزیک بود، توی تز دکتراش راجع به نظریه نوری اینشتین خیلی ذهنش درگیر شده بود، مخصوصا درگیر این طبیعت دوگانه انرژی. خب ما از یه طرف این رابطه رو داریم برای انرژی که انرژی کوانتومیه و از این طرف این رابطه که فکر کنم همتون باهاش آشنایین دیگه، این مساوی MC2 همون رابطه نسبیتیه که اینشتین برای انرژی کشف کرد. دوبروی میگفت این ذرات نور باید یه اطلاعات متناوب یا یه چرخشی یا یه تناوبی، یه حرکت تکراری باید توشون باشه که این انرژی مستقیما با فرکانس مرتبط شده. خب آلبرت اومده بود پدیده فوتوالکتریک رو مطرح کرده بود و گفته بود که این پرتوهای نور میان به دریایی از الکترون‌ها که توی کاتود قرار داره برخورد میکنن، یکی از این الکترون‌ها رو میکنن با خودشون میبرن. پس این F اینجا چی کار است؟ این فرکانس از کجا میاد؟ لوی دوبروی همینجوری ذهنش درگیر همین افکار بود که یهو انگار یه نوری به افکارش تابید و یه جورایی با قاطی کردن محاسبات متقاعد شد که این پدیده فقط در مورد نور صدق نمی کنه و این دوگانگی در مورد ذرات دیگه هم وجود داره. این انتشار یک موج وابسته به حرکت هر نوع ذره‌ای می تونه باشه، از جمله الکترون، پروتون و غیره. این رب دادن فرکانس به ذره به این معنی نبود که این ذره خودش داره مثلا بالا پایین میره یا مثلا یه حرکت متناوبی انجام میده، بلکه در دیدگاه دوبروی یه موج راهنمایی وجود داشت که ذره رو به این ور و اون ور هدایت میکرد و توی فضا زمان با خودش این ور و اون ور میبرد و با خود پروسه درونی این ذره همفاز بود. در نتیجه اسم این امواج گذاشت امواج راهنما. حالا یه چیزی که توی فیزیک خیلی مهمه اینه که وقتی ما یه چیزی میگیم آیا این قابل آشکار شدن و آزمایش کردن هست یا نه. آقای پرنس لوی دوبروی، شما که داری راجع به این امواج حرف میزنی، این امواجو چطوری میشه دید؟ چطوری میشه روشون آزمایش کرد؟ اینجا بود که ایشون گروه موج رو معرفی کرد و دو تا سرعت به این امواج نسبت داد، یکی سرعت فاز و یکی سرعت گروه. سرعت فاز همین سرعت این قله ها و دره هایی که دارن حرکت میکنن، در واقع همون سرعت فوتون هاست. ولی خب فوتون ها که جرم ندارن، فقط انرژی هن. در مورد ذرات صلب و مستحکمی مثل الکترون و پروتون که جرم دارن، این سرعت فاز سرعت یه سری امواجیه که روی هم قرار گرفتن و با برهم نهی اینها یک گروه موج شکل گرفته که این گروه مرزهای این ذره مستحکم رو مشخص میکنن. یعنی در واقع این الکترون یا پروتون توی این محدوده قرار گرفته. اینجاست که وارد دنیای ارواح میشیم، یعنی یه جورایی این امواجی که با فازها این داخل حرکتهای رفت و برگشتی انجام میدن و برهم نهی میکنن، روح اون ذره‌ان که یک شکل کلی جسمی بهش میدن که بهش میگیم گروه. بذارید قضیه رو بشکافیم. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لطفاً سابسکرایب کنین، لایک کنین و کامنت بذارین. نه دیسلایک نکنین، کامنت بذارین. We'll be right back.
دوبروی توی محاسباتش سرعت گروه رو به سرعت خود ذره نسبت داد و با یکی کردن این دوتا انرژی و یکی دوتا محاسبه خیلی ساده ریاضی به یه رابطه خیلی جالب بین ویژگی‌های موجی و ویژگی‌های ذره‌ای رسید. به این ترتیب لاندا برابر با H تقسیم بر P. نگران نباشین، یکی یکی توضیح میدم اینا چی هست. این لاندا طول موجه، خب از اسمش هم مشخصه که مربوط به خاصیت موجی ذراته. فاصله بین این دوتا قله رو میگیم طول موج. اگه ویدیوی مربوط به موجها رو دیده باشین اینجا خیلی راحت تر چیزیه که من میگم درک میکنین. این H که همون ثابت پلانکه که یه عددیه، یه عدد خیلی خیلی کوچیکی هم هست، اصلا تو تصورتون نمیگنجه چقدر کوچیکه. و این P اندازه حرکته که برای فهمیدن کامل مفهومش، اسمش هم داره خیلی راهنماییمون میکنه، اندازه حرکت و برابر با حاصل ضرب جرم ضرب در سرعت ذره. خب این پی هم اینجوری که از شواهد برمیاد داره خاصیت ذره‌ای رو نمایندگی میکنه. یعنی دوبروی با یه دوتا محاسبه ساده خاصیت موجی رو با خاصیت ذره‌ای پیوند زد و نشون داد که هر ذره‌ای که اندازه حرکت داشته باشه، مثل الکترون، پروتون یا هرچی، اصلا ماژیک، من، تخته، هرچی که یک جرم و یه سرعتی داشته باشه حتما یه طول موجی هم داره. یعنی یه سری امواجی با یه فازهایی در درون تمام اجسام در حال حرکت و رفت و برگشت هستن. این رابطه از یه طرف داره یه ویژگی خیلی مهم دیگه رو هم به ما نشون میده که اون چیه؟ روی این نمودار اگه این محور طول موج رو نشون بده و این محور اندازه حرکت رو، خب همونطور که مشخصه این رابطه معکوس با هم دارن، یعنی هرچی مخرج کسر بزرگتر بشه این لانداهه که اون برای کسر کوچیکتر میشه، یعنی همچین رابطه‌ای بین اینا برقراره. به عبارتی هرچی اندازه حرکت بزرگتر میشه این طول موج کوچیکتر و نادیدنی تر میشه. اندازه حرکت هم که جرم و سرعت رو با هم نشون میداد دیگه. برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندازه حرکت لطفاً این ویدیو رو ببینین. هرچی ما از ابعاد زیر اتمی و از الکترون و پروتون و اینا به سمت ابعاد خودمون هی بالاتر میایم، یعنی این مقدار هی بیشتر میشه، لاندای این طول موجه غیر قابل دیدن تر میشه. یعنی یه جورایی اون روح جاری در این جسم هی خودشو مخفی تر میکنه. یعنی اگه بتونیم بریم توی ابعاد زیر اتمی، اون وقت توپهایی که اونجا به دیوار میخورن جلوی چشمون یه مقدارشون از دیوار رد میشه. اینجا من براتون دوتا تصویر قرار میدم که یکیش مربوطه به بازتاب ذرات از یه سطح آینه ای شکل، که همونطور که میبینید این ذره میره میخوره به اون سطح و بر میگرده و هیچیش از اون سطح رد نمیشه. ولی وقتی که میخواییم پراکندگیش رو نگاه کنیم، یعنی موقعی که اونجا یه سطح بازتابی نیست، یه دیواره، اون وقت یه مقداری از این ذره به صورت امواجی از این دیوار رد میشه و عبور میکنه. اینجاست که یه مفاهیم پیچیده تری مثل چاه پتانسیل، دیوار پتانسیل و چیزهای دیگه مطرح میشه که حتما تو ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم. ولی نکته خیلی مهمی که وجود داره همینه که همونطور که توی این ذرات هم دیدین، یک مرز مشخصی برای هر ذره جامد یا صلبی که ما دور برمون میبینیم وجود نداره، بلکه گروهی از امواجن که ذرات و پدیده‌های اطراف ما رو تشکیل دادن. بعداً متوجه میشیم که این امواج احتمال حضور این ذرات رو در جاهای مختلف مشخص میکنن. توی همون پدیده پراکندگی وقتی که ذره به دیوار برخورد میکنه، احتمال حضورش اون بر دیوار یه مقداره و این بر دیوار یه مقدار
بیشتریه و این احتماله از نادانی ما و عدم دانشمون نمیاد، بلکه در ذات پدیده ها وجود داره. اینجاست که باید بگیم تو روحت دوبروی. Hey, hey, ho, ho, not cloning your grandpa has got to go. Hey, hey, ho, ho, not cloning your grandpa has got to go. Don't get out of my face, I'm gonna flush Rick's DNA. All right, okay, regroup everybody. You too, Berkeley. Snap out of it. برای اینکه با نظریات ذره‌ای و موجی نور بیشتر آشنا بشین، این ویدیو رو حتما ببینید. سرنخ‌های خوبی بهتون میده. این چیزی که دوبروی کشف کرده بود تو کته هیچ کس نمی‌رفت. همه میگفتن یعنی چی الکترون موجه؟ آقای تامسون بنده خدا اینقدر زحمت کشید اومد ثابت کرد که این ذره است، که بعد مدل کیک کشمشی رو ارائه داد که من تو این ویدیو مفصل توضیح دادم که کشفش اصلا به چه معنا بود و نظریه اتمی رو وارد چه دوران جدیدی کرد. حالا تو اومدی میگی موجه؟ تازه فقط به الکترون هم بسنده نمی کنیم، میگی همه چی موجه؟ اینجا بود که یکی از اساتید دانشگاه سوربن بلافاصله یه نسخه از تز دکترای دوبروی رو برای اینشتین فرستاد. آلبرت هم که از خوندن این تز کرکوپرش ریخته بود، یکی دو تا تماس این ور اونور گرفت و اعلام کرد که آقا ما داریم وارد دوران جدیدی از کوانتوم میشیم و اون پرتویی که قرار بود افکنده بشه به دوگانگی موج ذره همین الان داره افکنده میشه. چند سالی بعدش هم طول کشید تا تمام چیزایی که دوبروی توی این تز دکتراش گفته بود توی آزمایش‌های مختلف اثبات شد که یکی از اونا پراش اشعه ایکس بود. خب اشعه ایکس رو تا قبلش همه ذره میدونستن، ولی بعد یهو الگوی پراش داخلش دیدن، یعنی یه خاصیت موجی. و یه چیز جالب دیگه که اتفاق افتاد این بود که پسر خود آقای جی جی تامسون به اسم جی پی تامسون توی یک حرکت آزمایشی دیگه موجی بودن الکترون هایی که پدرش ذره ای بودنشون رو کشف کرده بود رو ثابت کرد. یعنی پدر و پسر درست خلاف هم دیگه حرکت کردن، ولی جفتشون حرکت های خیلی بزرگی در راستای علم انجام دادن. هیئت آزمون دکترای پاریس هم که نامه اینشتین رو دیدن، دیگه در جا تز دکترای آقای دوبروی رو قبول کردن و ایشون دیگه پرید، دیگه رفت برای جایزه نوبل. این کشف عجیب غریب و جذاب توسط دوبروی فرانسوی بعداً با نظریه اتمی بور پیوند خورد و اون اندازه حرکت‌های زاویه‌ای که توی این ویدیو در مورد نظریه اتمی بور راجبشون توضیح دادم تماماً توجیه‌های ریاضی و منطقی پیدا کردن که اونا رو حتما توی ویدیوی مجزا بهشون میپردازیم. اگه با این ویدیو حال کردین و از اینجور ویدیوها خوشتون میاد و نحوه بیان منو دوست داشتین، لطفاً سابسکرایب کنین و نظرتون رو برای بهتر شدن کارم حتما برام کامنت کنین. ضمناً لایک فراموش نشه. مواظب خودتون و روح‌های جاری در جسمتون باشید.